سلام خوش اومدید به کلاس درس میخوایم وارد دینامیک حرکت دایره ای بشیم در حقیقت قانون دوم نیوتن رو در موردش اعمال بکنیم اما تقریبا ما دیگه اصلا نیازی نداریم این رو بکنیم چرا چون من دیدم که من اگر یک دایره داشته باشم که یک ذره داره روی اون دایره حرکت میکنه اتفاقی که میفته اینه که این ذره من یک شتاب مرکزگرا خواهد داشت که این شتاب بود A و من نشون دادم که اندازه این شتاب برابر هست با v تقسیم بر آر خب یک چیزی که من نگفتم اما الان میتونید خودتون خیلی راحت حساب بکنید اینه که ما حساب کرده بودیم که وی هست آر اومگا این رو در جلسات خیلی قبلتر از شتاب از ترکیب این دوتا من اگر جایگذاری بکنم آر اومگا رو به جای وی من نتیجه میگیرم البته این بردار نیست من اشتباه کردم این اندازه شتاب مرکزگرا هست نتیجه میگیرم که اندازه شتاب مرکزگرا مساوی هست با آر اومگا به توان دو کافی این رو بذارید داخل این عبارت خب برحال نکته اینه که من شتاب رو به صورت کامل میدونم چی هست و بنابراین قانون دوم نیوتون رو من خیلی خیلی راحت میتونم اعمال بکنم و بگم که چون شتاب در این راستا و به سمت مرکز هست من باید یک نیروی مرکزگرا داشته باشم که اون شتاب رو پدید بیاره بنابراین من یک نیروی مرکزگرا در این راستا خواهم داشت و طبق قانون دوم نیوتون نیروی مرکزگرا یعنی F یا FC مرکزگرا مساوی خواهد بود با جرم ضرب در شتاب و بنابراین نتیجه ای که من میگیرم اینه که اندازه نیروی مرکزگرا که من اون رو این بعد با FC بدون علامت بردار نشون میدم مساوی هست با M V به توان دو تقسیم بر R یا M R Omega به توان دو اینها همه یکی هستن بنابراین این تقریبا بیشترین چیزی است که ما از دینامیک حرکت دایره لازم داریم بدونیم یعنی معادله قانون دوم نیوتن رو بنویسیم برای این فرمول شتابی که قبلا حساب کرده بودیم حالا بیایید ببینیم که چطور من میتونم این رو استفاده بکنم برای تحلیل یک مثال خیلی خیلی ساده در ویدئوی بعد مثال یه مقدار پیچیده‌تری رو با هم حل میکنیم خب داستان این شکل ساده من اینه که یک در حقیقت سکه خیلی کوچیکی که مثلا داره توسط این میخی که بسته شده روی این میز حرکت میکنه روی این میز و من فرض میکنم که ضریب استکاک میز صفر هست با اون سکه من برای من این استکاکی وجود نداره و این داره روی این دایره حرکت میکنه اول از همه به من بگید که نیروی مرکزگرا الان چه نیرویه فکر کنم دیگه همه میتونید خیلی راحت جواب بدید که این نیروی در حقیقت تناب نیروی مرکزگرای من خواهد بود یعنی داره اون رو به سمت مرکز میکشه و بنابراین این به روی یک دایره حرکت خواهد کرد حالا چیزی که سوال به ما گفته اینه که وزن این سکه من دو دهمه ببخشید 20 گرم هست حالا خیلی هم عددش فرقی نداره به هر حال 20 گرم هست و طول این تناب 25 سانتی متر هست و در هر ثانیه یک دور حرکت میکنه یعنی در هر ثانیه یک دور کامل رو طی میکنه چیزی که از من خواسته اینه که نیروی مرکزگرا رو حساب بکنم پس گفته نیروی مرکزگرا رو به من بگو که چقدر هست خب من طبق این چیزی که اینجا دارم میدونم که نیروی مرکزگرا مساوی هست با حالا یا ام به توان دو تقسیم بر آر یا ام آر دو یعنی میشه ام آر دو و من میدونم که ام هست 20 گرم یا دو صدم کیلوگرم و آر هست 25 سانتی متر یا 25 صدم متر و اگر اومگا رو داشته باشم کافی هست که بتونم نیروی مرکزگرا رو حساب بکنم از طرف دیگه من میدونم که اومگا تی و اف یعنی سرعت زاویه‌ای دوره تناوب و فرکانس حرکت هر کدومشون رو که من داشته باشم میتونم بقیه رو به دست بیارم طبق این رابطه که F مساوی هست با یک تیوم و اومگا مساوی هست با دو پی F بنابراین من اگر یکی از این ستا رو داشته باشم کافیه که بتونم اون دوتای دیگر رو به دست بیارم و اینجا من میدونم که شیء من داره در هر ثانیه یک دور حرکت میکنه معنی این چی هست این دقیقا تعریف فرکانس که در هر ثانیه چند دور حرکت میکنید برای من فرکانس هم هم میشه یک هرتز من از این بلا فاصله نتیجه میگیرم که سرعت زاویه مساوی میشه با دو پی ضرب داره یک رادیان بر ثانیه که میشه دو پی رادیان بر ثانیه یعنی سرعت زاویه این سکه من دو پی رادیان بر ثانیه است در هر ثانیه دو پی طی میکنه و بنابراین من میتونم نیروی مرکزگرا رو به راحتی به دست بیارم که بگم مساوی میشه با ام یعنی دو صدومه کیلوگرم ضرب در آر یعنی 25 صدم متر ضرب داره دو پی رادیان بر ثانیه به توان دو که این عبارت رو اگه ساده بکنیم میشه دو ضرب در 25 ضرب, ضرب در 4 پی به توان دو تقسیم بر 100 ضرب در 100 من دیگه واحدا رو نمی نویسم و این 4 ضرب در 25 با یک 100 ساده میشه و دو پی دو صدم تقریبا میشه دو دهم نیوتون بنابراین نیروی مرکزگرای من تقریبا دو دهم نیوتون خواهد بود پس دیدید که دینامیک حرکت دایره ای در صورتی که حرکت شناسیش رو ما خیلی خوب یاد گرفته باشیم یا سینماتیکش رو در حقیقت خیلی خوب یاد گرفته باشیم خیلی ساده است و فقط کافیه که از قانون دوم نیوتون استفاده بکنیم